ابراز نگرانی گسترده و واکنش اعتراضی کاربران رسانه‌های اجتماعی به صدور حکم اعدام برای شهروندان معترض و بازداشت شده و تاکید برای مقابله با اقدامات غیرقانونی نهادهای امنیتی و قضایی همچنان ادامه دارد. نوشین خانی همکارم اینجاست در استودیو تا برای ما از این واکنش‌ها بگه. نوشین. پریسا، مسئله جان زندانیان سیاسی و معترضان انقدر برای افکار عمومی و همه مهمه که اعدام به یکی از محوری‌ترین موضوعات در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده. یکی از موضوعاتی که کاربرها دربارش می نویسند اینه که دیگه حتی اجرای حکم اعدام یک معترض دیگر بر نمی تابند، تحمل نمی کنند، راهکار برای مقابله ارائه می دن و تاکید می کنند که نباید سکوت کرد. اگه موافقی یک بخشی از جزئیات و واکنش ها رو هم با هم مرور کنیم. میگیرن، حکم میدن و اعداممون میکنن که دیگه تو خیابونا نیاییم. این یعنی هم اونا میدونن باید چی کار کنن که بمونن، هم ما میدونیم باید چی کار کنیم که برن. اونا نمیتونن همه ما رو اعدام کنن، اما ما میتونیم همه خیابونها رو مال خودمون کنیم. حالا کی پیروزه این انقلابه؟ اونی که تو خیابوناست و تو خیابونها میمونه. این چکیده ی حرف کاربران شبکه‌های اجتماعیه که برخلاف اعتراض‌های قبل، اونطور که مینویسن اعدام‌ها و خشونت‌ها فقط مصمم ترشون کرده. علی کریمی فوتبالیست سرشناس کشور نوشته هشتگ رو واسه کی میزنیم؟ جمهوری اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری یا شاید کشورهای غربی؟ از کی میخوای اعدام نکنه؟ فراخوان یعنی چه؟ مگه باید کسی برات وقت تعیین کنه که بری دنبال خواستت؟ اگه خواسته ای داری تا رسیدن بهش، کار، تفریح، فوتبال و چیزای دیگه تعطیل، فقط متحد توی خیابون. و کاربری راه حل عملی برای رسیدن به هدف رو اتحاد، ماندن در خیابانها، اعتصاب، اعتراض، نافرمانی مدنی، راهپیمایی سکوت، دیوار نویسی و نصب بنر میدونه. این کاربر در آخر میگه مار هفت سر حکومت رو با یک راه نمیشه کشت. هر کس از هر راهی و به اندازه توانش باید مشارکت کنه. نویسنده این توییت هم نوشته هیچ چیزی از اتحادی که بین ماست بزرگتر و مهمتر نیست. همه ما یک دشمن مشترک داریم و برگ برندمون همین اتحاده. دولت داره همه تلاشش رو برای به هم زدن این اتحاد میکنه. نباید بذاریم ذره‌ای به موفقیت نزدیک بشه. ما کنار همیم، ما هم رو داریم، ما بیشماریم و ما ایران رو از ظلم پاک میکنیم. بنفشه هم سه اصل مهم پیروزی رو اتحاد، پشتکار و امید عنوان کرده. مرداد پولادی فوتبالیست معترض هم اینطور نوشته برای پایان دادن به 40 سال جنایات این رژیم خونخوار، امروز و در این برهه حساس وقت همبستگی و اتحاد همه دلسوزان این سرزمینه. اتحاد برای مدیریت بهتر انقلابمون، برای دلگرمی و قوت قلب به عزیزانمون در ایران، برای مذاکره با کشورهای جهان و برای ایران آزاد و آباد. شماری از کاربرها با اشاره به صدور و اجرای احکام اعدام برای شماری از معترضان معتقدند تنها راه رسیدن به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی حضور کف خیابونه. یک کاربر میگه تنها راه آزادی زندانیان سیاسی و معترض و توقف قتل‌های حکومتی سرنگونی این حکومت جلاده. با اتحاد، اعتصاب گسترده و حضور بیشمار در خیابون‌ها حتی با سکوت. و نویسنده این توییت نوشته 43 سال ملت رو ترسوندین. عین یک موجود بیخود با همون رفتار کردین. هر گونه زور و سرکوبی اعمال کردین، نتیجه شدین اتحاد. حالا الانم هی اعدام کنین، ببینین چه بلایی سرتون میاریم. سکوت مردم آتش زیر خاکستره. به زودی منتظر آتش فشان باشین. و نهایتاً کاربری که نوشته به عقب بر نمیگردیم، نباید به عقب برگردیم، نباید 78 88 96 و 98 تکرار بشه. همرزم هامون تو اسارت منتظر ما هستند. اتحاد فارغ از سلایق سیاسی و حضور گسترده در خیابون تا پیروزی برای نجات همرزم هامون از شکنجه و خطر اعدام. باید پیروز بشیم و در زندان ها رو باز کنیم. به پاخیز هموطن.